خب در این قسمت میخوایم نگاهی داشته باشیم به نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاد. مهمترین نکته در این نمایش انتخابات تحریم کوبنده مردم، یک نه فراگیر به استبداد دینی و رأی قاطع مردم ایران به سرنگونی و جمهوری دموکراتیک بود. رقمسازی خامنه‌ای در انتخابات 15 تیر برای پوشوندن تحریم بزرگ و نه فراگیر به استبداد مذهبی بود. پزشکیان که از صندوق این نمایش بیرون اومد پیشاپیش تاکید کرده بود که ذوب شده در ولایت فقیه. پزشکیان همچنین تصریح کرده که عقیده من سرسپردن به رهبری است. پزشکیان دشقیم قاسم سلیمانی رو هم بارها قهرمان ملی توصیف کرده و تاکید کرده که قرار نیست مسیر رو عوض کنه. که من خدمت شما میگم ما باید همون مسیر رو طی کنیم، قرار نیست مسیر رو عوض کنیم. وقتی میان هی عوضش میکنن، جهتگیری رو عوض میکنن، استراتژی رو عوض میکنن، هر روز یه بخشنامه میدن، خب طبیعیه ما نخواهیم تونست به اون اهدافی برسیم، به اون رشدی برسیم که الان مد نظر مقام معظم رهبریه. واقعیت اینه که رژیم ولایت فقیه در شرایط سرنگونیه و رئیس جمهور جدیدش نه میخواد و نه میتونه کمترین قدمی در جهت تغییر برداره. به عکس انتخابات نمایشی سرآغاز شدت گرفتن بحرانهای مرگبار حکومت آخونداست. مرگ رئیسی این نمایش انتخابات رو به خامنه ای تحمیل کرد و در اون شمه ای از آثار هلاکت جلاد 67 بارز شد. در این میان واقعیت اصلی سیاسی برهم خوردن تعادل نظام در اثر زهر هلاکت رئیسی و پودکای پیاپی تحریم از جانب مردم ایران بود. خامنه ای در دور اول انتخاباتش اذعان کرد که با تحریم گسترده روبروست. البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد. بله، البته خامنه‌ای با سخاوت گفت کسانی که تحریم کردن مخالف نظام نبودن. بشنویم. که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن سخت در اشتباهه. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه. نه، مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی کنه، انواع و اقسام موانع برای این کار وجود داره. خامنه‌ای صبح جمعه 8 تیر برای حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رای دهندگان التماس می کرد و اون رو نیاز قطعی رژیم اعلام کرد. حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رای دهندگان، این برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است. بنابراین دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. برای همینه که ما توصیه میکنیم مردم عزیزمون مسئله رأی دادن را جدی بگیرن و شرکت کنن. علی‌رغم این ضد و نقیض‌گویی ولی تحریم انتخابات ضربه‌ای کاری بر گیجگاه خلیفه وارفته و فرتوت وارد آورد و ارکان نظام رو به لرزه در آورده و دستگاه رو از درون سوراخ کرده و گرگ‌ها یکدیگر رو از هم می‌درن. اما در نقطه مقابل 20,000 پراتیک انقلابی، بیش از 1,700 عملیات گوناگون کانون‌های شورشی در شهرهای سراسر میهن که در کهکشان بزرگ مقاومت به نمایش در اومد و این نشان از قدرت مقاومت، اقبال جوانان و شورشگران به همین مقاومته.